سلام و عرض ارادت بدون فوت وقت میریم سراغ ادامه داستان تو قسمت قبل از حکومت های بزرگ دنیا که بر منطقه فلسطین تاریخی تسلط داشتن گفتیم همچنین به علت نامگذاری فلسطین پرداختیم و درباره اقوامی که به این سرزمین مهاجرت کردن صحبت داشتیم لینکش رو میذارم این بالا حتما مراجعه کنیم زمنا لایک و سابسکرایب یادتون نره اون دکمه زنگوله بغلیش هم بزنید که بیشتر همدیگه رو ببینیم قول میدم که بعد از دریافت حمایت و انرژیتون یه سری ویدیو خیلی خفن بارگذاری کنم اقوام سامی حدود 6000 سال پیش به این مناطق وارد شدن و تمدنهای بزرگ بین النهرین رو پایگذاری کردند. همچنین در سرزمین فلسطین تاریخی هم اقوام سهرانشین حضور داشتند و تو قسمت قبل راجبشون صحبت کردیم به همین صورت مهاجرت چه از طرف سامی ها و چه از طرف غیر سامی ها توی نواهی وجود داشته تا میرسیم به دو هزار سال قبل از میلاد یعنی چهار هزار سال پیش که یک گروه کوچک چندصد نفری از اقوام سامی که در جنوب عراق کنونی منطقه به نام ور زندگی میکردند به فلسطین مهاجرت میکنند که معروف میشن بعدها به قوم یهود راستی شاید یک مقدار داستان ما پراکنده به نظر برسه چون من مجبور بودم یه سری بحثا رو وارد کنم به موضوع کلی داستانمون پس فعلا تو این قسمت هم با ما کنار بیاین تا تو قسمت بعدی یک راستای داستانی رو طی کنیم به صورت تاریخ اولین اسمی که از یهود در تندیزها ها برده شده برمیگرده به حدود 1200 سال قبل از میلاد ولی ریشه تاریخی یهود رو ما میخوایم از قبلتر و زمان حضرت ابراهیم بررسی کنیم بزرگ این تایفه که ارز کردیم خدمتون پیر مرد 75 ساله سر هیکل میزونه قرنی مشکی و چارشونه کشتی بوده به نام ابراهیم که صدای سفر به سرش میزنه حالا چرا؟ در تورات کتاب مقدس یهودی ها در رابطه با این هجرت اومده که وعده ای از جانب خدا به ابراهیم داده شد که اگر خدای نادیده رو بپرستی خاندان و نسل بعدی تو رو مورد رحمت قرار خواهم داد و سرزمین کن آن را به آنها واگذار میکنم و همچنین آنها را بندگان خاص و قوم برگزیده خود خواهم کرد و بعد ابراهیم و قومش برای دستیابی به سرزمین موعود مهاجرت میکنند. البته روایت های دیگه در رابطه با علت کوچ و حتی مکان سرزمین موعود هست ولی کلا زیاد در اصل قضیه تأثیری نمیذاره در این منطقه فلسطین تاریخی خیلی از گروه های بزرگ و کوچک مهاجرت کردند که دیگه حتی اسمی ازشون به جا نمونده اما این گروه به واسطه پیرشون یعنی حضرت ابراهیم و نویدی که بهشون داده شده مبنی بر برگزیدگی قومشون در دیگر اقوام حل نشدن در طول تاریخ و همیشه هویت خودشون رو حفظ کردند. یا به نحوی خودشون رو قوم برگزیده میدونستن و یه جوری پوزشون به اقوام دیگه در نمیومده که خود این طرز تفکرشون بعدا براشون داستان میشه بذارید قبل از شروع داستان کلی یه بیوگرافی ریز از ابراهیم نبی بگم خدمتون طبق روایت های کتب مقدس ابراهیم که در ابتدا اسمش ابراهیم بوده پسر تاره و دهمین ده نفر از نسل نوح از طریق پسرش سام بوده تو قسمت قبل راجب سامی ها صحبت کردیم ابراهیم دو برادر به نام ناهور و هارن و خواهری به نام ساره داشته که بعدا خود ابراهیم با خواهرش ازدواج میکنه پراتون ریختا البته از پدر یکی بودن و از مادر دوتا با خواهرش در حدود چهار هزار سال پیش در مسیر هجرت و به باور یک سریا قبل از شروع هجرت به او وحی میرسه و وعده سرزمین معود داده میشه بعد از عبور از هلال خسیب به حدود فلسطین تاریخی میرسه و در منطقه‌ای که امروز به بیت المقدس معروفه مستقر میشن بنایی رو برای عبادت خدای نادیده میسازه و قاری هم مهیا میکنه که میشه محل دفن ابراهیم و همسرش و چند نسل از فرزندانش مثل اسحاق و همسرش یعقوب و همسرش یوسف که ما اونو با نام حرم الخلیل میشناسیم ابراهیم تا 75 سالگی فرزندی نداشته تا که همسرش ساره موافقت میکنه که ابراهیم با کنیزشان هاجر ازدواج کنه که ثمره این ازدواج میشه پسری به نام اسماعیل ولی چندی بعد ساره هم بچه دار میشه که اسم و پسرش رو میذارن اسحاق. جریان قربانی کردن اسماعیل رو که همه میدونیم همین جریان رو تو کتاب مقدس یهود به اسم اسحاق نوشتن و از اسماعیل و مادرش در تاریخ یهود خبری نیست به اون صورت ولی انگار که اسماعیل و مادرش رو از فلسطین بیرون میکنن و اونام به جنوب در میان اعراب میرن و از اسماعیل هم 12 تا فرزند باقی میمونه اما خداوند هم در پی امتحان ابراهیم بعد از اقدام به قربانی کردن اسحاق به اون نویدی میده که قومت رو به اندازه ستاره های آسمان و شنهای بیابان زیاد خواهم کرد خیلی از باستاشناسان اصلا معتقدن که ابراهیمی وجود نداشته چون نتونستن بجز در کتاب مقدس اثری از اون پیدا کنن اما ما وظیفه داریم که عرض کنیم خدمتون و بعد اسحاق همسری به نام ربکا اختیار میکنه و دو پسر به نام ایسو و یعقوب سمره این ازدواجن بعد دوباره نقش اصلی میرسه به یکی از پسران اسحاق یعنی یعقوب پدر یوسف که اسم دیگرش اسرائیله. ایشون هم حسابی ناماشنان در بین حضرات شنونده به خاطر فیلم یوسف پیامبر از او هم دوازده پسر به جا میمونه که معروفن به اسبات دوازدهگانه اسرائیل و بعد قوم یهود هم برگرفته از پسر چهارم اسحاق یهوداست فاصله جریان حضرت ابراهیم تا یوسف هم حدود 400 ساله که باید ببینیم یهودیا تو این بره چه کار میکردن فرزندان ابراهیم در این منطقه حدود 400 سال میمونن و از نقطه به نقطه دیگر در همین حدود میچرخند و زندگی آرامی در کنار بتپرستان داشتند ظاهرا تعدادی از بتپرستان هم یک تا پرست میشن البته احتمالا چون در دین یهود برخلاف اسلام و مسیحیت که با هر روش میخواستند دیگران رو به دین خودشون وادار کنند یهودیت اینجوری نیست این دین محدود میشه به قوم یهود و یهودیان عملا افراد از نطفه یهود به دنیا میان ولی در خصوص رشد جمعیت یهودی ها در دوره احتمال میره که شماری از ساکنان کنعان به یهودیت گرویده شده باشند روایت هایی هم است که این جریان انحصار یهودیت احتمالا برمیگرده به زمان بازگشت یهودیانی که در اسارت بخت و نصر بودند حالا جلوتر راجبش کاملتر صحبت میکنیم که بعد از اون جریان علمای یهود فتوایی میدن مبنی بر منع ازدواج با غیر یهود که این جریان من 600 سال بعد از ابراهیمه یعنی تا قبل از اون انگار دیگران میتونستن ورود کنن. پیروان ابراهیم کم و بیش اصول دینی ساده ای هم داشتن اعتقاد به خدای نادیده و یکتا ختنه کردن فرزندان عدم قربانی کردن انسانها برای خدا و بعد یواش یواش به اصولشون اضافه میشه و در کل میبینیم که نوادگان ابراهیم 400 سال توی منطقه حضور دارن و اتفاق خاصی توی این بره رخ نمیده و نزدیک سال 1600 قبل از میلاد با خوش سالی که اتفاق میفته شماری از آنها آزم مصر میشن که این داستانم برمیگرده به روزگاری که یوسف در رأس قدرت مصر بوده اینجا در زمانی یه باک هست من نفهمیدم یوسفی که بعد از ابراهیم اسحاق یعقوب حضور داره چجوری 400 سال زمان طی شده نمیدانم اطلاعی ندارم و اما میرسیم به موافقت یوسف با حضور بنی اسرائیل هزاران ابرانی به همراه احشامشان به این مناطق کوچ میکنن اول تو شرایط مطلوب در کنار مصریان زندگی خوبی رو شروع میکنن اما رفته رفته رفتار با بنی اسرائیل تغییر میکنه که دلیل قطعیش مشخص نیست ولی وقتی در طول تاریخ یهود نگاهی بندازی میبینیم که اکثر حکومت ها ابرانیان رو مورد خشم خودشون قرار دادن که یه سری ها بر این باورن که این خشونت برگرفته از عقیده خود بنی اسرائیل مبنی بر قوم برگزیده بودن و برتر بودن که تو مصر هم میبینیم این قوم یواش یواش شرایطشون تغییر میکنه و نهایتا میشن برده این جریانات بعد از مرگ یوسف ما از زندگی یوسف یا حداقل باید بگم اکثرمون در رابطه با زندگی یوسف اطلاعات کافی رو داریم ولی از بعدش اطلاعات کمتره خب باید بگم جریان اینطوری میشه که بعد از یوسف مصر دوباره به همون روش فرائن قبل برمیگرده و هرچی یوسف و آخناتون بود کی بود رشته کرده بودند پنبه میشه ولی بنی اسرائیل حدود 400 سال در مصر میمونن و زندگی رو به سختی میگذرونن تا اینکه میرسیم به دوران حضرت موسا جریان زندگی موسا رو هم که احتمالا باز هممون میدونیم ولی باید بگم که بعد از دستور فرعون به کشته شدن کودکان ابرانی یا بنی اسرائیل به علت جلوگیری از قدرتمندتر شدنشون و گستردهتر شدنشون مادر موسا اونو توی قایق میذاره و به دست آب میسپاره بعد کودک میرسه به دست دختر فرعون میره تو دربار و به عنوان یک شاهزاده بزرگ میشه تا میرسیم به سی سالگی موسا یه روز که یک ارباب در حال کتک زدن یه برده ابرانی بوده موسا دلش میسوزه و به سمت ارباب حمله میکنه و یه کتک درست حسابی به ارباب میزنه خبر به فرعون میرسه و اونم حسابی شاکی میشه موسا هم میپیچه به بازی و از دربار فرار میکنه و زندگی پیامبری موسا از این برهه یواش یواش شروع میشه اون میزنه به دل صحرا و به یک منطقه دوردست میرسه و چندی بعد با دختر یکی از سران اون منطقه ازدواج میکنه و به شغل شبانی میپردازه که یه روز وقتی گله رو برای چرا میبره بیرون خدا بهش ظاهر میشه و از اون میخواد که به مصر برگرده و یهودیان رو از اونجا خارج کنه موسی اولی خورده مردده ولی در آخر میپذیره به سمت مصر میره و در نهایت یهودیان رو از یوغ بردگی خارج میکنه و هزاران ابرانی رو از جمله زن و بچه و پیر و احشام و احتمالا مخالفان و حکومت مصر رو خیلی افسانهوار از دل دریا میگذرونه و به صحرای سینا میرسونه علتش مشخص نیست که چرا به سمت کنعان یا فلسطین نمیرن ولی در کل حدود چهل سال تو این منطقه میمونن و در این بره قوانینی به حضرت موسی وح میشه که جلوتر بهش میپردازیم بعد از مرگ حضرت موسا مردمانی که در صحرای سینا بودند به سرپرستی یکی از زیر دستان موسا با جنگ و اجبار کل منطقه کنعان رو به تصرف خودشون در میارن و بالاخره میتونن یه حکومت فراگیر و مقتدر تشکیل بدن این داستان رو میذاریم برای قسمت بعد ممنون که تا آخر این قسمت کنار ما بودین از حمایت های زیباتون ما رو دریغ نفرماییم تا قسمت بعد که سریع برمیگردیم فعلا بدرود